توی این ویدیو میخوام چند تا از پرکاربردترین ترین استفاده های رجکس توی دنیای واقعی رو واسه مثال بزنم که هم بهتر درک بکنید دقیقا کاربرد رجکس چی هست و همین که مشتاق تر بشید واسه دیدن ادامه این دوره قبلش یادآوری بکنم واسه تون رجکس چیزی نبود جز یک متنی که یک الگوی خاص رو واسه ما مشخص میکرد مثلا من میخواستم توی این متن دنبال کلماتی با یک الگوی خاص بگردم یا کلماتی با یک الگو با یک پترن مشخص رو با کلمات دیگه جایگزین بکنم اینم یکی دیگه از کاربردهای رجکس هست خب می داخل دو تا علامت اسلش پترن یا الگوی مورد نظرم رو می نوشتم و اینجا هم میتونیم یه سری فلگ داشته باشیم که بعدا واسه توضیح میدم خب این شد واسه این مثلا این چند نمونه رایجش هست این کاراکترهای عجیب غریبی که دارید میبینید پترن یا همون الگوهای ما هستند که فعلا شما هیچ چیزی از اینا نمیفهمید که کاملا هم طبیعی هست و در ادامه دوره معنی تمامی این کاراکترها رو درک خواهید کرد خب بریم سراغ گوگل من توی گوگل سرچ کردم common uses of rejects یعنی استفاده های رایج رجکس و این وبسایت رو باز کردم که تیت زده 15 استفاده رایج از رجکس خب ببینیم اینجا چی گفته چند تا از اینا رو من واسطتون میخوام توضیح بدم مثلا ببین بچه ها یکیش ایمیل ولیدیشن هست که تعیین بکنیم آیا یک ایمیل ایمیل معتبریه از اون الگویی که ما میخوایم پیروی میکنه یا نه خب ببین این رجکسش هست من اینو برمیدارم کل اینو کپی میکنم این اسلش اول و آخرش رو کپی نمیکنم خب اینو من کپی میکنم و میام توی وبسایت regexlearn.com یا وبسایت rejectser.com یا وبسایت regextester.com. اینا وبسایت هایی هستند که ما میتونیم واسه یه تست رجکس هامون ازشون استفاده بکنیم که من ترجیحم استفاده از وبسایت regexlearn.com هست بعد از اینکه وارد این وبسایت شدید بیاید روی این قسمت پلی گراوند یه دونه کلیک بکنید خب توی این قسمت که نوشته رجکس ببین یه علامت اسلش این اول داره یه علامت اسلش این ته داره و یه دونه جی اینجا نوشته که فلگ من هست به معنی گلوبال که بعد بیشتر در موردش توضیح میدم فعلا کاری بهاش نداشته باشید و اون پترن یا الگویی که از اینجا واسه یه ایمیل بود رو کپی کردم و اینجا پیستش میکنم الان این الگو این پترن تشخیص میده که یک ایمیل یک ایمیل معتبر هست یا نه مثلا من اینجا میگم میلاد at gmail.com و اینو هم روی مولتی لاین میذارم اوکیه؟ یعنی علاوه بر این که این گلوبال انتخاب شده این مولتی لاین رو هم انتخاب بکنید بعدا بیشتر در مورد اینا توضیح میدم پس اینجا از قسمت فلگ ها هم گلوبال و هم مولتی لاین رو انتخاب بکنید خب ببینید رفقا الان اینو به رنگ سبز در آورده یعنی این ایمیلی که من وارد کردم از این الگویی که اینجا هست داره تبعیت میکنه و یک ایمیل معتبر هست حالا یه ایمیل دیگه وارد بکنم مثلا میگم که اه ای اه یا مثلا همینو میگم میلاد به جای اد علامت مثلا دلار میذارم جیمیل gmail.com خب ببین اینو به رنگ سبز در نیورده یعنی این یک ایمیل معتبر نیست الان این الگو این پترن داره تشخیص میده که توی این ایمیل علامت ادساین وجود نداره و این یک ایمیل معتبر نیست یا مثلا با دات شروع میکنم یا با استار شروع میکنم علامت استار و میگم که میلاد gmail.com ببین اینو هم یک ایمیل نامعتبر تشخیص داده. ما نمیتونیم همچین ایمیلی داشته باشیم دیگه که توش از حرف از کاراکتر استار استفاده شده باشه. حالا میگم مثلا میلاد آندرلاین بی اچ آر ببین اینو تشخیص داد که یک ایمیل معتبر هست. حالا اینکه این کاراکترها چه معنی دارن، این پترن چطور ساخته میشه، اینو کم کم یاد میگیرید. فعلا فقط دارم استفاده های رجکس رو واسهتون توضیح میدم خب برمیگردیم به این وبسایت خب ببین اینجا اومده دو تا الگو دو تا پترن نوشته واسه این که تشخیص بده یک پسورد اون شرایطی که ما میخوایم رو داری یا نه حتما دیدیم وقتی میخواید توی یک وبسایتی ثبت نام بکنید بعضی از وبسایت ها تشخیص میدن که آیا این پسوردی که شما وارد کردید یه پسورد ضعیفه یا یک پسورد قوی هست اگه پسوردتون ضعیف باشه اجازه نمیده اون پسورد رو انتخاب بکنید این یکی دیگه از کاربردهای خیلی رایج رجکس هست خب اینجا اومده نوشته کامپلکس و مدرت یعنی اگه بخواید خیلی سختگیری بکنید پسوردتون پیچیده باشه میتونید از این الگو استفاده بکنید اگه بخواید سختگیریتون مدرت یا متوسط باشه میتونید از این الگو استفاده بکنید ببین من این الگو رو کپی میکنم و اون اسلش اول و آخرش رو کپی نمیکنم چون اینجا خودش اون اسلش اول و آخر رو قرار داده خب اینو پاک میکنم و پترن یا الگوی جدید رو اینجا مینویسم این تکست رو هم برمیدارم خب ببین خودش اومده توضیح داده میگه این پترنه استرینگی رو انتخاب میکنه که حداقل یه دونه کاراکتر لاور کیس داشته باشه یعنی حداقل شامل یک حرف کوچیک انگلیسی باشه یک حرف آپر کیس یک حرف بزرگ انگلیسی یک عدد و حداقل 8 کاراکتر یعنی این پترنی که اینجا نوشتیم با رشته با متنی مطابقت پیدا میکنه که شامل یه حرف کوچیک انگلیسی یه حرف بزرگ انگلیسی یک عدد و حداقل 8 کاراکتر باشه خب مثلا من میگم آقا پسوردم میخوام یک دو سه چهار پنج شیش باشه ببین این رو الان تشخیص داده که این پسورد از این الگو پیروی نمیکنه یعنی شامل یه حرف بزرگ یه حرف کوچیک یک عدد و هشت کاراکتر نیست خب یه پسورد دیگه مثلا میگم میلاد یک دو سه این الان هشت کاراکتره اما بازم از این الگو پیروی نمیکنه خب حالا میگم میلاد یه حرف بزرگ مثلا بی یک عدد خب ببین الان این سه تا از شرایط رو داره شامل حرف کوچیک هست شامل حرف بزرگ هست شامل عدد هست اما هفت کاراکتره باید حداقل هشت کاراکتر هم باشه مثلا یه دونه تی این انتخاب بذارم الان تشخیص داده که آقا این پسورد از این پترن داره پیروی میکنه یعنی شامل حرف کوچیک بزرگ عدد هست و حداقل هشت کاراکتر هم هست حالا یه الگوی دیگه وارد بکنیم که باز پیروی بکنم مثلا میگم که 123 علامت مربع یه حرف بزرگ ام بزرگ یه حرف کوچیک مثلا ام کوچیک خب تا الان شده یک دو سه شیشتا کاراکتر و مثلا آخرش هم هشتاد ببین اینم داره از اون شرایط پیروی میکنه گفته حداقل هشت کاراکتر حالا بیشتر از هشت کاراکتر باشه اوکیه پس این یکی دیگه از کاربردهای رایج رجکس هست که به احتمال خیلی زیاد هم توی وبسایت ها دیده باشینش خب یه کاربرد رایج دیگه مثلا میتونه این باشه که یک پترن بنویسیم یه الگو بنویسیم که تشخیص بده آیا آدرس یک وبسایت آدرس معتبری هست یا نه یعنی فرض کنید ما توی یه قسمتی از سایت یا نرم افزارمون از کاربر میخوایم آدرس وبسایتش رو وارد بکنه و میخوایم یه پترن بنویسیم که تشخیص بده آدرسی که کاربر وارد کرده طبق الگویی که ما تعیین میکنیم هست یا نه خب خب اینجا گفته include HTTP یا HTTPS پروتکل یعنی این پترنه من اینو اول کپی بکنم اینو کپی میکنم و میام اینجا پیستش میکنم الان این پترن میتونه تشخیص بده که یک آدرس اینترنتی طبق این الگویی که ما نوشتیم هست یا نه یعنی با HTTPS یا HTTP شروع میشه و یک URL معتبر هست یا نه خب مثلا من میگم HTTP شو ننمیسم یه دونه تیم نمیسم HTTP HTTP دو نقطه S/ nextonecode.ir خب ببین میگه این یک URL معتبر نیست حالا میگم http دو نقطه nextonecode.ir ببین اینو به رنگ سبز در ورده یعنی این URL این آدرس از این پترن داره تبعیت میکنه خب باز یه آدرس نامعتبر بنویسیم مثلا میگم که http s دو نقطه یه دونه اسلش میذارم Next nextonecode.ir ببین اینو انتخاب نکرده یعنی این یک URL معتبر نیست خب مثلا میگم https دو نقطه slash slash google داتشو نمیذارم میگم گوگل کام میگه اینم معتبر نیست خب حالا میگم https دو نقطه google.com اینو انتخاب کرده یعنی این یک URL معتبر هست پس این هم میتونه یکی دیگه از کاربردهای های رجکس باشه یا مثلا اومدی در ادامه گفته میتونید یک الگو بنویسید که تعیین بکنه یک IP آدرس معتبر هست یا نه یا مثلا یه الگو بنویسیم که وقتی یک تاریخی بهش میدیم مشخص بکنه اون تاریخ یک تاریخ معتبر و ولید هست یا نه و کلی کاربرد دیگه میتونه داشته باشه مثلا یه الگو بنویسیم که تعیین کنه یک شماره موبایل یک شماره موبایل معتبر هست یا نه یا مثلا کاربر میخواد یک فایلی رو آپلود بکنه میخوایم تشخیص بدیم توسط یک پترنی که فایل ما آیا پسوندش مثلا PNG PDF MP3 هست یا نه مثلا یکی از این سه تا اگر بود اجازه بدیم کاربر فایلش رو آپلود بکنه این هم میتونه یکی دیگه از موارد استفاده از رجکس باشه امیدوارم از این ویدیو هم نهایت لذت رو برده باشین و کامنت رو فراموش نکنید موفق باشید